هموطنانم، دلیل این که امروز با شما سخن میگویم آغاز گفتگو برای ارائه یک پیمان نوین است که پاسخی است به پیام‌های بیشمار شما که به درستی نگران اکنون و آینده ایران هستید و می‌دانید هر روز ادامه حکومت اسلامی آینده‌ای حتی تاریک‌تر از امروز را برایمان رقم خواهد زد. انزوا، فروپاشی اجتماعی، تبعیض، خفقان، سقوط آزاد اقتصادی، سرخوردگی و ناامیدی تنها دستاورد 41 سال حکومت اسلامی برای مردم ایران بوده است. بگذارید برای آخرین بار درسی را که در بیش از دو دهه گذشته گرفته ایم و امروز خوشبین‌ترین افراد هم به آن معترفند مرور کنیم. این نظام اصلاح پذیر نیست. واقعیت این است که لیاقت شما این نیست و این جایگاه در خور نام ایران نیست. انگیزه من برای ارائه این پیمان نوین رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که در آن قدرت هرگز در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد. تک تک مردم ایران در سراسر کشور فارغ از جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش فکر و سبک زندگی، ضمن قبول مسئولیت در تصمیم گیری برای آینده خود و کشورشان باید به یک اندازه سهیم باشند. حکومت فردی و ساختار هرمی قدرت در دنیای امروز پاسخگوی نیازهای یک جامعه پیشرو و پویا نیست. رفاه و پیشرفت در دنیای امروز در برپایی حکومتی است که بر خرد جمعی، مشارکت عمومی و مسئولیت پذیری شهروندی استوار باشد. تلاش من برای قرار دادن کشور در یک مسیر صحیح است، نه برای یافتن یک مرهم سری که راه را برای بازآفرینی استبداد و انحصار قدرت باز بگذارد. گام نخست برای رسیدن به چنین شرایطی گذار از جمهوری اسلامی است که نماد انحصار و انباشت ثروت و قدرت در دست گروهی اندک است. ما امروز نه تنها می‌دانیم چه نمی‌خواهیم، بلکه به روشنی می‌دانیم که چه می‌خواهیم. یک ساختار سیاسی پایدار مبتنی بر اراده مردم که در آن قدرت در خدمت مردم و مدافع منافع ملی باشد، نه در انحصار گروهی خاص. سکوت، بی‌تفاوتی و بی‌عملی امروز ما پیامدهای بسیار فاجعه بارتری برای کشور و نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت. بددلان در نقش خندق نظام به شما خواهند گفت آلترناتیوتان چیست؟ من به شما میگویم تنها آلترناتیو مقبول حاکمیت مردم ایران است. نظامی که در آن قانون برآمده از رأی آزاد مردم بالاترین مرجع حکومت است. بیایید باور کنیم که هیچ شخص یا گروه یا نیرویی به تنهایی نمیتواند ما را نجات دهد. ما یا با هم این کشتی طوفان زده را به ساحل امن میرسانیم یا جدا جدا غرق خواهیم شد. من از واژه باور به جای امید استفاده میکنم و خود باور دارم که رسیدن به آزادی و رفاه تنها با تلاش تک تک ما و قبول این مسئولیت میهنی میسر است. این مسئولیت بر دوش یک فرد، یک گروه یا یک جریان نیست، بلکه بر دوش همه ماست. امروز تک تک شما باید به این پرسش حیاتی در قلب خود پاسخ دهید که کجای این خطکشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟
کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ برای نجات ایران حاضر به انجام چه کاری هستید؟ از نخبگان و نیروهای سیاسی میپرسم کجا ایستاده اید؟ آیا چیزی جز آزادی و حکومت مردم بر مردم میخواهید؟ آیا راهی جز همکاری همدلانه برای بازپسگیری کشورمان از اهریمن میشناسید؟ امروز روز انتخاب است. من به همه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه فارغ از گذشته و گرایش سیاسیشان دست یاری دراز میکنم و میخواهم با کنار گذاشتن اختلافات و خود بزرگبینی و برتری جویی روی یک هدف متمرکز شوند: نجات ایران. تاریخ و آیندگان شما را قضاوت خواهند کرد که در حساس ترین روزهای این خاک پاک کدام طرف ایستادید. به هم میهنان ارتشی هم میگویم وظیفه شما سربازان وطن دفاع از تمامیت ارضی میهن ما است. میهنی که با جانفشانی و از خودگذشتگی دلیرترین فرزندانش تا کنون پا بر جا مانده است. امروز که حکومت اسلامی برای حفظ قدرت آب و خاک کشور را به بیگانه واگذار کرده است و به روی مردم بیدفاع شلیک می کند، وظیفه شما بیش از هر زمانی دفاع و حفاظت از ملت ایران در برابر رژیم سرکوبگر است. از بدنه سپاه و بسیج می پرسم آیا نمی بینید که به سلاح سرداران سپاه تنها در پی مالندوزی و فساد و جنایت بیشتر هستند و ثروت و قدرت در انحصار گروهی از روحانیان و سرداران دزد قرار گرفته است؟ آیا نمی بینید که دخالت‌های سپاه در همه شؤون زندگی مردم و همه ارکان کشور مملکت را فلج کرده و بسیج و سپاه عملاً به نهادهایی ضد مردم و کشور تبدیل شده اند؟ به چشمان فرزندان خود نگاه کنید و ببینید که آینده آنها چگونه گروگان منافع شخصی عده‌ای فاسد شده است. فرزندانتان از شما میپرسند کدام طرف ایستاده اید؟ مسیر پیروزی مشخص است. اعتصابات و اعتراضات و نافرمانی های مدنی را در نقاط مختلف کشور به هم پیوند بزنیم. در واحدهای کار و محلات حلقه های کوچک اعتراض را شکل دهیم و نافرمانی مدنی را در هر شکلش تبلیغ کنیم. از خانواده های اعتصاب کنندگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی پشتیبانی کنیم. رهبران میانی و میدانی، به ویژه آنهایی را که امروز پشت میله های زندان هستند، تنها نگذاریم. در خارج از کشور، در رساندن صدای مردم داخل و در صورت امکان با پشتیبانی مالی از آنهایی که نیازمندند، به وظیفه میهنی خود عمل کنیم. در شکل دادن به این شبکه بزرگ اعتراض، شرط موفقیت ما در تحمل آرا و عقاید یکدیگر است. ایران آزاد فردا برای همه جا دارد و هیچ کس به دلیل باورهای خود شهروند درجه دو نخواهد بود. در ایران آزادی که به دست توانای شما ساخته خواهد شد، حقوق اقلیت از سوی حکومت اکثریت پایمال نخواهد شد. باور کنیم که ما با هم و در کنار هم بیشماریم و از سرکوبگران نیرومندتریم. این گونه است که میتوانیم در مقیاسی بسیار بزرگتر از قبل خیابانها را از سرکوبگران بازپس بگیریم. بزرگترین قدرت ما در همین واژه است: ما. بدانید که جامعه جهانی امروز چشم به تلاش شما دوخته است و صدای اعتراض شما را می شنود و پیکار شما را نظاره‌گر است.
هم میهنانم. تلاش من همیشه این بوده و خواهد بود که مدافع حقوق و آزادی شما باشم و در این راه همدوش و همگام شما. همدوش شما میایستم چون نمیخواهم ببینم کودک بلوچ در کپر تحصیل کند. نمیخواهم ببینم زنان کشورم از حقوق بدیهی و انسانی محروم باشند. نمیخواهم ببینم هموطن کردم کولبری کند. نمیخواهم ببینم کارگران کشورم و بازنشستگان زیر خط فقر زندگی کنند. نمیخواهم ببینم کشورم به بیگانه فروخته شود و ثروت کشورم به تاراج برود و در کشورهای دیگر خرج شود. نمیخواهم ببینم جوان ایرانی به خاطر این همه تبعیض و بی‌عدالتی دچار افسردگی و ناامیدی شود که پیامدهایش آسیب‌های اجتماعی فراوانی است که امروز شاهد آن هستیم. پیمان نوینی که در آغاز از آن سخن گفتم عهدی است بین همه مردم. در سایه عمل به این پیمان نوین میتوان به آینده‌ای روشن امیدوار بود. آینده‌ای که کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهد. آینده‌ای که شما لیاقت آن را دارید. هستند کشورهایی که با تعهد به شرایط صحیح و عادلانه موفق به رشد سریع اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی شهروندانشان شده اند. برای نمونه بلافاصله پس از آزادی از شوروی دولت‌های بالتیک رعایت 5 شرط را در دستور کارشان قرار دادند: شفافیت نظام مالی، شفافیت بودجه دولت، رفاه و امنیت کارگر و کارمند، تضمین حقوق مالکیت و سرمایه گذار و قبول قواعد داوری بیطرف در حل اختلافات مالی و تجاری. امروزه راستی آزمایی تعهد کشورها به این شروط موضوع قواعد و شاخصهای 5 نهاد معتبر بین‌المللی است. اول، گروه ویژه اقدام مالی FATF. دوم، سازمان مشارکت بین‌المللی بودجه‌ای IBP. سوم، سازمان بین‌المللی کار ILO. چهارم، آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری میگا. و پنجم، انستیتوی داوری استکهلم SCC. اما ایران امروز کجا قرار گرفته؟ از نظر شفافیت مالی کشورمان در لیست سیاه FATF است که موجب محدودیت‌های تنگ و مسبب هزینه‌های بالایی برای معاملات بنگاه‌های ایرانی می‌شود. از نظر شفافیت بودجه ایران باید از تاریکی امروز به نمره 60 یا بالاتر از آن برسد. رقابت‌بار بودن امنیت کارگر و سرمایه‌گذار و سیل قهقرایی تولید و قدرت خرید در ایران امروز بر همه آشکار است و بی نیاز از توضیح. هموطنان، راه برون رفت از یأس و ناامیدی، از فقر و ظلم ساده تر از آن است که می انگارید. ایران با منابع طبیعی به مراتب بیشتر از کشورهای بالتیک می تواند با تعهد به این 5 شرط، با جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تکنولوژی و مدیریت مدرن را به کشور رهنمون کند. استعدادهای ایرانی را که شهره جهان هستند پرنشاط کند و با شکوفایی اقتصاد تولید و درآمدها را بالا ببرد. فرزندان جاویدنام ایران، از ندا تا پویا، از ستار تا نیکتا و همه دلیرانی که در راه آزادی و سرفرازی میهن جان خیش را فدا کردند در انتظار همپیمانی ما هستند. اینک وظیفه ماست که خواست آنها را
برآورده کنیم. در این راه شما هر کدام یک کاوه هستید و ایران به فداکاری و دلاوری شما نیاز دارد. کاوه هایی همراه و همپیمان برای آزادی میهن تا بازگشت عظمت ایران.